در سوره حجر آیه 23 میگه و انا لنحن نحیی و نمیت و نحن الوارثون. به درستی که بدون تردید که ما هستیم که زنده میکنیم و ما هستیم که میمیرانیم، زندگی رو به عده‌ای میبخشیم و زندگی رو از عده‌ای میگیریم و به همین صورت سلسله ای از حیات و مرگ رو در عرصه خلقت بر عهده داریم. و در این میان خب طبیعی هست که عده‌ای که مردن عده‌ای وارثشون میشن، ولی در واقع نهایت این حلقه مداوم مستمر میرسه به این که نحن الوارثون، ما هستیم وارث حقیقی. در این میان خب وارث به طور تدریجی وجود داره، انسان ها از هم دیگه در این عرصه تغییر و تحولاتی که با شاهد هستن در مرگ و زندگی به طور طبیعی وارث وجود داره. فرزند از پدر ارث میبره، چی میخواد مایه ملکش باشه، چی میخواد کاسبی و شغلش باشه، چی میخواد حتی علمش باشه، نسل به نسل دیگه انتقال پیدا میکنه، صنعت هست، علم هست، ولی همه اینها در نهایت به یک باقی جاویدانی منتهی میشه که اون الله متعال هست. بقاء مطلق مال الله هست. این تسلسل بی نهایت نیست، نهایتش رب ذوالجلال هست که مالکیت و بقاء دائم از آن او هست. این نکته رو دونستن خیلی اهمیت بزرگی داره در بحث این که بدونیم یک نهایتی ما مسیری میریم که نهایتی داره و این نهایت اینه که هر چیزی هست برمیگرده به مالک حقیقی و مالک مطلقی که الله متعال هست، مالک الملک هست. اون مالک الملک فعلا ما امتلاکی از ملک او رو به طور موقت الله متعال مالک الملک ما داده، در واقع همه اینها برمیگرده به اون مالک الملک و بقای حقیقی و وارث مطلق در حقیقت او هست. این مطلب رو قرآن کریم در سوره قصص به طور عبرت وار برامون میاره که بدونیم اون چی که ما در اختیار داریم و از همدیگه به ارث میگیریم و به همین صورت نسل به نسل ازش بهره میگیریم، در حال توسعه پیشرفت هستیم، باید بدونیم که قبل از ما بسیار بودند و کم اهلکنا من قریتن، چه بسیار بودند آبادی هایی که شهرهایی که زندگی معیشتی خودشون رو به صورت ناسپاس گذروندن، ناسپاسی کردند، کفران نعمت کردند، معیشت خودشون رو و امکانات معیشتی و نعمتهایی که الله متعال بهشون داده بود رو قدرش رو ندونستن. در واقع قدر بطر در واقع قدر نشناسی هست، امکانات معیشتی رو قدرش رو نشناختند، نعمتهای الهی رو قدر شناسی نکردند. فتلک مساکنهم، ببینید این اماکن زندگیشون هست. جالب هست این مثال های قرآنی جاویدان و باقی هنوز هم پیش رومون هست. چقدر زیاد هست قلعه هایی که ما مشاهده میکنیم بنون آثار باستانی باقی مونده که دیگه در اونجا کسی لم تسکن من بعدهم الا قلیلا، بعد از اونها دیگه کسی مگر نادر زندگی بعدشون در اونجا نکرده. خیلی از آبادی ها هست که از شهرهایی هست که
از زیر خاک میاد بیرون که آثارش آثار گذشتگان و زندگی گذشتگان فقط نشون میده که نسلهایی بودند و از بین رفتن و دیگه بعد از اونها هم کسی در اون موقعیت ها اصلا نه که زندگی نکرده بلکه هیچ بهره ای از زندگی اونها هم نبرده و ریشکن شدن از بین رفتن و کنا نحن الوارثین و ما هم در واقع نهایت امتلاک رو بر عهده گرفتیم. این آیه نحن الوارثین با آیه قبل که در سوره حجر بود که بهش نحن الوارثون نگاه کردیم، این دو آیه در واقع خاتمه حقیقی رو در دنیا و آخرت برامون بیان میکنه که در دنیا هم بسیار بودن از کسانی که ریشه‌کن شدند، یعنی حیاتشون از اساس ریشه‌اش کنده شده، قبائل، اقوام، ملت‌هایی که دیگه استمرار و دوامی براشون الله متعال مقدر نکرده و امتلاک و همه چیز در اختیار الله متعال برگشته. کنا نحن الوارثی، اون چی که داشتن، هر چی وجود داشته در برگشته به پروردگار متعال. این نمونه دنیا مقدمه ای هست برای این نمونه آخرت که برای همه محقق خواهد شد. اونچه که ما در دنیا میبینیم برامون نشانه ای هست از اونچه که در آخرت خواهیم دید. ما در دنیا مواردی رو از عقاب الهی میبینیم، مواردی رو از محاسبه پروردگار متعال میبینیم، تا اینکه برامون ثابت بشه که ما به یک مسیری داریم میریم که نهایتش حسابگر الله متعال هست و به او برمیگردیم، الیه ترجعون. و در اینجا هم اون چیزی که در دنیا ما باش مواجه میشیم از موارد مختلفی که امتهایی سر به نیست میشن، الله متعال کل اون چی که دارند رو در اختیار میگیره و اونها بقا مال او میشه و هستی اونها رو از بین میبره. این نشانه ای هست، علامتی هست از این عاقبتی که همه موجودات در واقع در مسیرش در حرکت هستند که نهایت به الله متعال منتهی میشه.